هیچ وقت خداوند یک ذره عقل نخواست خدا سوی مرا یک ذره عقل بده کلی که با ما عقل خود راضی است پس کلی که عقل است کلی که در مملکت ما هیچ کس خرد است کلی که بزرگ است کلی که بسیار نابغه است هوشیار است فهمیده است مگر سر خر میری خر کار میگن تا سر از بیبی خان صاحب قیمت انسان توسط خر است تعیین میشه شخصیت انسان توسط وسایل نقلیش تعیین میشه من اینجا شدم به خاطر پیغمبر معظم من میخوام که از دین خود دفاع میکنم پانزده سال پیش هم در 2007 هم تو یک بیادبی را که بود آنلاین و دنمارک که باز بالاخره سفیراش آمد مزرعت خواست ختمینی کشتن به اصطلاح با وجود کثافت میخوره تخم تولید میکنه انسان که تخم میخورن همه چیز خوبش هم میخورن اما چی تولید میکنن غیر کینه و آدم کشی شاینده و میربان سلام و خسته نباشید به ازای که بیننده چینل کابل جورنال هستین آرزوی زیر دارم که صحت سلامت باشید امروز آمدم پارک زنگار و میخوایم امرای استاد صدیق افغان یک برنامه داشته باشم خیلی پشتشان گشتم و خیلی یک شخصیت هستن که دیگه به زودی پیدا نمیشن خدا را شکر که من امروز پیدا کردم و یک سوال که در ذهن من هست میخوایم ازشان پرسان کنم گرچه خیلی مریض هم هستن و خیلی نمیتونن که صحبتم کنن اما یک کم وقت خدا به من دادن فقط خواستن که من ازشان یک سوال داشته باشم و میخوایم از اینکه شفاجوی اولشان هم باشم یک چی میگن دیدارشان هم کنم ببینیم که در چی وضع قرار دارن شما مرا همراهی کنین من پیششان میرم و من رسیدم پیش استاد میخوایم امروشون گپ بزنم و اینجا میشنم خودتان دیگه از دوستا از وضعیت خبر هستین دیگه نمیشه من داخل برم امروشون صحبت کنم و اینجا هم دیگه خیلی جای زیق هست نمیشه سلام علیکم استاد جان خوب هستی صحت من سلام علیکم خواهر بزرگ خوب هستی خوش آمدید مانده نباشید تشکر که از تایمی تحسن ما اول گرفتین بعد از سه هفته بعد تشکر بازم سه هفته بعد من روز وقت است فرمان شما تا بالاخره خبر شدیم دیگه یکم وقت در بر گرفت. او سلامت باشه همیشه خبرنگارا رو خبرنگار وانیش خبر میشن. اعمال برعکس شده خبرنگارا رو ما خبر میکنیم همونطور است. خدا را شکر که دیدم تو نه و خبر شدم شما مریض هستین چی مریضی ایدالتان بود؟ مریضی بخو مشهور است که در وقتی که ما در حکومت قبلی 7 سال پیش ما را بندی کرده بودن. در بندیخانه 7 سال شد 6 سال شد. دیگه ما زرد داده بودن ما مواد سمی داده بودن دیگه بازم مریضی ما دیگه هر سال باید تا برم بر تداییم خاطر که یک چیز داده بودن خون لخته میشه خون ما باید تبدیل کنیم یعنی هر سال باید شما خون تانه تبدیل کنیم نه هر سال سه ماه باید تحت مراقبت جدید دکتران مالجم باشم باید خداوند شفای عاجل نصیبتان کنه ما و جمله هموطنان از این برتان دعا میکنیم چون یک شخصیتی هستین که نایاب هستین و همیشه ما دعا میکنیم که همیشه جور ساعت من ببینیم تان استاد جان خان سلامت باشید نظر شما من مثل شما ورسم من شما که از ملت کده کدام چیزی برتری ندارم هر که هر جایی که میرسه سر دیگر رو فضیلت فروشی نکنه اصل اساس انسانیت است و عبادت و صداقت است این موقف علم و دانش چیزا خودش کسبی سر آدم کوشش کنه هر چیز میشه اما مهم است که آدم از چوکات انسانیت خارج میشه و یکی از شخصیت های هستن که درباره تان خیلی شنیده بودم و خیلی گپا میگفتن بزرگای ما کلانای ما و ای که دیدم تان خیلی احساس خوشی دارم یکی از خاطرهای هست که هرگز یادم نمیره و سفر که در دنیای رسانه ای داشتم هرگز فراموشم نمیشه سلامت باشی و استاد جان سلامت باشین که به من وقتتان ندادین گرچه مریض هستین مزایمتان رو میشم اما یک سوال که ذهن من درگیر کرده و خواستم ازتان بپرسم که شما یک گپ گفته بودین که من او را دیروز پریروز خواندم گفتم ازتان پرسان کنم این خدا را شکر که هستین گفته بودین که امی مرغ چتلی میخوره تخم میته اما که انسان نان میخوره باز نقطه 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 دیگه شما بگین چرا این گپ گفتین دلیلش چی بوده؟ این بسیار گپ فلسفه داره این گپ بسیار تحلیل بزرگ داره یعنی مرغ وقتی گفتن گواره تو پایین چارک یا پنج کیلو یا پنج پاو برای مواد میتیمه تا ما در قفص نگاهید میکنه من مواد بخو تا
خوش نکرد فهم آزادی ما بهتره مثلا کثافت میخوره مگر آزاد میباشم نو گندم یک منو داره دو وقتی کو کثافت زرج جمع میکنه میخوره تخم تولید میکنه ما مثلا تخم میخوریم کثافت های ما امروز در دنیا جمع نمیشه انسان ها را میکشیم توهین میکنیم تحقیر میکنیم با یک سبب چهار ها نهدم میسازیم مثلا بوش همچنان انسان بود نه میلیون ها انسان ما را کشت نه میلیون ها انسان در عراق کشت نه بله لیلن این قسم هتلر هم این قسم یا انسان بدن بله مرغ سر زیاد شراب داره مرغ هیچ وقت مضر نیست هیچ وقت مضر نیست بر دیگرا ضرر نمی رسونه بله هم سکن بر انسان ها مفاد می رسونه بله با وجود کثافت میخوره تخم تولید میکنه انسان ها که تخم میخوره همه چیز خوبش هم میخورن اما چی تولید میکنن غیر کینه بغض آدم کشی از ما که مثلا حیوانات یعنی درنده ها شراب داره که ما از میوار انسانیت از ما خارج شویم از میوار دین خارج شویم ما میبینیم که یک گرد امنه خود نمیکشه اما انسان با تمام عقل خود یکی دیگه خود میکشه ما میبینیم که دو دانه مرغ جنگ میپرتن مرغ جنگی میکنن نمیکشن یکی دیگه را اما دو انسان یکی دیگه را میکشن دستایش بسته میکنن بدون از اینکه او را محکمه کنن او را به قتل میرسونن پس اینها از مرغ بدتر که از حیوان بدتر میشن انسانایی که انسان ها را امنه خود میکشن بدون از اینکه یعنی بر امنه خود ضرر میرسونن بدون از اینکه او آدم بر او آدم ضرر برسونه غیبتش میکنن به انسان ها بدتر از حیوان هستن یک گپ بسیار مهم گپ مهم دیگه ایست که انسان ها را ما میدیم که از حیوان بخاطر بدتر است که هیچ حیوان در دوزق نمیسوزه انسان ها در دوزق میسوزه هیچ حیوان مجرم نیست انسان ها مجرم است هیچ حیوانات در حریم دیگرات تجاوز نمیکنند انسان ها در حریم دیگرات تجاوز میکنند پس این انسان ها بدتر از حیوان هستند قرآن کریم هم در سوره انعام بیان می داشته باشه کسی که از حقیقت از انسانیت عدول میکنند از حیوان بدتر است مانای قبل نقطه نقطه اینی بوده بله نقطه نقطه ایش تعبیر سو کردند حالا دو ما میخوایم در سه نقطه دیگه هم براتون دمی ارتباط بگم که ما یک روز در یک از کنفرانس ها گفتم انسان ها چی کمبود داره انسان ها همه چیز کمبود دارن از خدا میخواین مثلا همین حال ببینید سعی کنید بازار سعی کنید کلی پشت یک چیز میده ونه یکی پشت نان میده یکی پشت کالا میده یکی پشت لباس میده یکی به عروسی میده هر چیز یک هدف داره هر چیز از خدا میخواین یعنی همه چیز کمبود انسان هاست اما چیزی که انسان ها کمبود نداره چی است که از خدا نمیخواد میفهمین چی است از خدا نمیخواد یکی ایمان میخواد بچه میخواد اولاد میخواد صحت میخواد عمر میخواد مقبولی میخواد کالا میخواد هر چیز میخواد مال دنیایی میخواد همه چیز میخواد اخروی هم میخواد خدا با ایمان ببریم خدا جنت نصیب کنی خدا از دیدار خداوند از دیدار خدا ما را محروم نسازه همه چیز میگه نه اما یگانه چیزی که هیچ نمیخواین یعنی بمو چیز خود یعنی قناعت دارن چی است و عقل است هیچ وقت از خداوند یک ذره عقل نخواست خدا سو ما یک ذره عقل بده کلی که با ما عقل خود راضی است پس کلی که عقل است کلی که سنگ سیری است کلی که تک دکان سنگ سیری که سنگ سیری شلغم تول میشه کنیم است کلی الماس خرد جامعه شو تا بزرگ شو کلی که دی مملکت ما هیچ کس خرد است کلی که بزرگ است هیچ کس دیوانه نیست کلی که بسیار نابغه است هوشیار است فهمیده است اما استفاده نمیکنه کلی نابغه است هیچ کسی یعنی خدا هیچ کسی از عقل خود گله نداره که عقل مکم است کلی خود هوشیار میداره کی میگه من انال هوشیار ترین انسان کسی است که دیگران را از خود کده هوشیار تر بدونه هر کی دیگران را از خود کده هوشیار تر دانست اون هوشیار تر است چون هیچ کس خود در جان ندیده عکس خود دیده چپ خود راز دیده راز خود چپ قیمت 18 بوده در آینه 81 دیده و میخواد یک آدم که 1000 پا مال یک سر میخره مثلا یک ساعت 1000 پا میخره بعد میگه چند خرده میگه 2000 خود تعریف کرده آدم شد 500 میخره آدم ساده 2000 نه من قدر ساده شدم 1000 پا مال 2000 خرده این بس عقل بود بس دوم بس مادی است جان جان مادی است جان انسان ها توسط مادیت رابری میشن یعنی احترام میشن یعنی جان توسط مادیت در جان مادی احترام میشن مثلا توسط پایکشش احترام میشه به اساس پایکشش احترام میشه اگر آدم در بایسکل یک جای بره برابر اون بایسکل احترام میشه اگر در موتور کروزین بره کروزین احترام میشه یک مثال بسیار قدیم داشتم اگر سر خر میری خرکار میگن تا سر از بیری خان صاحب قیمت انسان توسط خر است تعیین میشه شخصیت انسان توسط وسایل نقلیش تعیین میشه
یعنی توسط لباسش تعیین میشه، توسط خانهش تو منزلش یک مقام گرفت، یک مقام دولتی گرفت، در یک چوکای دولتی امانت است. یعنی در مملکت اگر مقرر شده میگه مادر اولادم خود دیده بود برطرف شده، از اول چندان چیزی نیستی، یعنی سر خر که میری خرکار میگنه تا سر از بری خان سو میگنه تا قیمت انسان توسط چوکیش، مقامش، پولش، داریش. هیچ وقت انسان ها توسط دانشش، شخصیتش، عزتش، شرافتش ارزش پیدا نمیکنه. مثلا در کوچه هستیم، مثلا یک نفر یک استاد پانتون است، بیچاره غریب است، او را در آخر مسجد میشان نشد. یک کسی که یک سودخور است، یک خانه داره، زندگی داره، رشوت خور است، دوز است، او را بسیار عزت میکنه. چنانچه ما میبینیم که بسیار دوزار در میدان وای بسیار ازش پذیرایی میشن، ولی دوزایی که در افغانستان چقدر دوزی کردن، چه خیانت کردن و چقدر پایشون در پاچهشون بند میشن. یعنی در این جهان است که باید از هر کاری میکنی بر نگاه پیسه پیدا کو تزت میشی، یعنی انسان ها توسط مادیت تزت میشه. پس جهان جهان مادی است، نه جهان جهان عقل، نه جهان جهان دانش، نه جهان جهان، نه تنها در افغانستان، در دنیا، در دنیا کلانترین قاچاقبر گرین کارت داره، میره می قاچاق میبره، میلیون ها دلار مواد مخدر میبره، او محترم صاحب میباشه. او یک استاد پانتون در امریکا به عزت، در اروپا به عزت، در هر جای دانشمندا به عزت هستن. بعد از مرگشون سرش رو قضاوت میکنه، ولی این دانشمند خوب دانشمند بود. بلاز جامعه جامعه مادی است، جهان مادی با مادیت اصلا میشه، جهان معنویت با معنویت. پس اینجاست که جامعه ما خصوصا همون جامعه است که وقتی که در مملکت یک نفر که مقرر شد کل لگی دوج گل میبره قربان سر چاون که مادر اولادم خواهی بوده تی قدر وقتی برطرف میشه میگه از اول چندان چیزی نیستی. روزی که برطرف میشه کسی ارزش نمیتشت. این میشه روزی که ما اینجا آمدیم، بزرگای امارت آمدن، کلانوشون آمدن، تشکر میکنم. باز اینجا بسیار مردم میشه که آمدن دگردم از غنبور زدن. یک چند روز پیش بودم اینجا و حتی نمیموندن در اینجا مراجع میکشیدن، از اینجا مرا میکشیدن، بخی در اینجا نشی بخشتن کجا بیشون در سرک بیشون کجا سرک بند میشه، بیروبار میشه، مردم در این وقت از یک فایده کنم نقص برای مردم میرسه. من اینجا شدیم بخاطر پیغمبر معظم هم، من قدر کوچک هستم پیغمبر معظم هم منت بگذارم. من میخوایم که از دین خود دفاع میکنم، یعنی در تیاره کردم دشمنت از مالکت، تیاره دشمنت و پیلوت چون دشمنت است. اگر تو سرنشینش باشی هیچ وقت نمیگی تیاره سقوط کنه. من سرنشین دین هستم، به خاطر عزت دین خود از ترکیه آمدیم اینجا در اعتصاب هستم. و دلیل می خیمه اعتصابتان چی بوده؟ دلیلش بخاطر که 15 روز شد شما گفتید هفته سوم است. شورا رو بخونید، شورا خودش گپ میزنه. قبلا هم 15 سال پیش هم در 2007 هم تو یک بیادبی رو که بود آنلاین و دنمارک که باز بالاخره سفیراش آمد مذرت خواستن ختمینی کشدن به اصطلاح وطن ما و شما هست. نشرات دینا نشه شد خصوصا از تلویزیون وطن، از بی بی سی و از الجزیره، از تلویزیون آریانا خصوصا اولین بار آقای زکی قشری نشر کرد. و همچنان دیگه حالی وقتی که خبر شدم که پارلمان این در مقابل پیغمبر معظم و بیت رامی کده یک وکیلاشون در حالی که مسلمان ها در اوجه ورزی رای داده کن رفته در پارلمانی ها چقدر لوده بودن یقل بودن، چون آدم های کودن در دین دیگر ها تجاوز میکنن. ما هیچ وقت به موشپرستی و گوپرستی زیاد تعرض نکردیم. ما نگفتیم شما چه حیوانات پرستش میکنیم. اونا پیغمبر ما را تبین کردن، عمله کردن در سر مقدسات ما. من این اعتصاب ها میخواستم در مقابل کنسولگری یا سفارت این در ترکیه کنیم، گفتن این کشور سیوم است، برو دوطن. از بیاد تکت گرفت و من نبیجا اعتصاب خود شروع کردیم. به نظر شما مؤثر خواد بود؟ آیا اونا معذرت خواستن به خاطر از اینکه به پیغمبر اسلام توهین کردن یا نه؟ معذرت خواستن، معذرت قمیون یک آدم در قفاق دی ازش معذرت بخواد. اما یک جمله بسیار مهمه میخوایم بر شما بگویم. وقتی پدر یک آدم فوت میکنه، اولادش گریان میکنه و گریان کردن برای پدر رو زنده نمیکنه، اما دل خود چی میکنه؟ خود خود یعنی او میکنه، یعنی چه مال خالی میکنه، خیر ببینین. یعنی ما حداقل بتونم من یک مسلمان در نمیجه از خود دفاع کنم. وقتی ما 14 میلیون مسجد داریم، 14 میلیون امام داریم، 14 میلیون مؤذن داریم در 57 مملکت اسلامی، ما 57 مملکت اسلامی هستیم، در تمام دنیا 14 میلیون مسجد داریم، 14 میلیون خادم داریم، کم از کم 14 میلیون مؤذن داریم، در نمازخوان داشتیم 140 میلیون نمازخوان داریم. وقتی که تف کنیم دشمنان اسلام از سیل میبره. اما کل به تفاوت است. ما به نمایندگی قریه خود، قریه ما از یک قریه هستم، چون جهان یک دیکده است و چند ولسوالی داره، 5 ولسوالی داره.
پنج ولسوالی داره، یک ولسوالیش مثلا آسیا است، در اینجا کشورهای اسلامی است، وطن ما یک قریه است، در یک قریه یک نفر اگه بشینه در اعتکاف از گردن دیگه مسلمان های قریه خلاص میشه. ما به نمایندگی مردم افغانستان اینجا خیستیم. استاد جان، کسایی هستن که شما حمایت میکنن، طرفداری از شما کرده باشن، یعنی تنها خودتان هستین یا فکر میکنین دیگران هم از شما حمایت خواد کردن، خصوصا اونایی که در کشورهای خارجی زندگی میکنن از شما حمایت خواد کردن یا نه؟ وقتی که در اعتصاب اولا تمام مسجد های دینا هم بیدیم 14 میلیون مسجد کلش دعا کرده بود از کشورهای مختلف خدا صدیق افغان کامیاب داشته باشه. ما فکر میکنیم که کسی که پیغمبر خود 2000 قلبا حتما نمایت میکنه، چون موضوع ما موضوع مادی نیست و کسانی که مرا تخریب میکنه حتما به دین خود وابسته نیستن دیگه، و سرنشینی کشتی نیستن که کشتی اسلام است، هر کی سرنشینش است نمیخواد که کشتی غرق شه، اگه او غرق شه خودشان هم غرق میشه. تشکر.